نام خدا. عرض سلام خدمت دانش آموزان مقطع هشتم دبیرستان مدرسه اول یاسین. خب امروز میخوایم با ادامه مبحث شکست نور و بخش دومش که مربوط به عدسی ها هست درس رو با هم پیش ببریم. انشاءالله توی این جلسه ما فصل شکست نور رو میتونیم اتمام کنیم. خب در جلسه گذشته ما در مورد خود شکست نور توضیح دادیم و گفتیم که اصلا ماهیت این که نور دچار شکست میشه چی هستش. گفتیم برای این که نور که تابیده میشه به یک سطح دچار شکست میشه حتما باید دو تا محیط وجود داشته باشه، محیط رقیق و محیط غلیظ. نور اگر از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر شود، مثلا از آب وارد هوا میشه، از شیشه وارد هوا میشه، یا از آب هوا وارد مثلا شیشه میشه، خب همه اینا محیط های شفاف هستن، هوا، شیشه و آب. چون سرعت نور در دو محیط با یکدیگر تفاوت دارد، نور دچار شکست میشود، یعنی امتدادش به خط مستقیم رو دیگه ادامه نمیده. ما قانون اول نور رو گفتیم که نور به خط مستقیم انتشار پیدا میکنه، اما زمانی که شکست پیدا میکنه دیگه امتداد خط مستقیم رو ادامه نمیده. خب یه سری پدیده ها رو گفتیم که مربوط به شکست نور هستن. بالا دیدن کف آب استخر بود، بعد شکست نور و پاشش نور در منشور بود، دیگه در مورد مثلا شکستن یک قاشق داخل لیوان بود، و پدیده های حالا مثلا مشاپدیده رنگی کمان بود. همه اینا یه پدیده دیگه که امروز میخواییم در ادامه همون رو بگیم رم بدیم باید قسمت عدسی بشیم، که از سوال هم مطرح کرده بودیم تو آزمون آنلاین، در مورد تشکیل سراب هست. خب ببینید، گفتیم که توضیحی که سر کلاس بدیم بچه هایی که حواسشون بوده خوب دقت کردن، گفتیم که سراب در واقع دیدن مثلا مقدار آب روی سطح زمین هست در روزهایی که هوا بیش از حد گرم است و حالا مناطق کبیری که همیشه هوا گرم. خب این گفتیم که چیزایی که توی مثلا فیلم ها کارتون ها نشون میدن که طرف سراب مثلا میبینی یک روستایی رو اونجا میبینی مثلا شطور داره رد میشه و اینا الکیه، یعنی اصلا چنین چیزی وجود نداره که شما مثلا زمین به صورت مجازی مثلا یک روستایی رو تصویرش رو همطوری ببینی. سراب همیشه تشکیل مقدار آب هست که شما روی زمین مشاهده میکنید از راه دور، نه مثلا جلوی پاتون هیچوقت شما سراب نمیبینید. سراب مثلا شما در فاصله چند صد متری حداقل فاصله چند صد متری میبینید که مثلا صد زمین مقدار آب هست. اما علت این پدیده چی هست؟ اینو توضیح دادم یه بار دیگه کاملتر و تو جزوه‌ام براتون قرار دادم. این قسمت رو دقت کنید، فعلا قسمت بالا رو که من دارم توضیح میدم، بالای سر ما آسمان هست که پرتوهای نور از این سمت تابیده میشه، پرتوهای نور خورشید از بالا تابیده میشه. خب از همه آسمان، خب به هر حال آسمان صاف و ابری هم که نیست، از کل آسمان بالای سر ما پرتوهای داره به سطح زمین تابیده میشه، اما زمانی که هوا بیش از حد گرم هست سطح زمین بسیار داغ هستش، یعنی گرماش خیلی زیاده و هوای بالای سطح زمین گرماش خیلی زیاد میشه، مولکول ها فاصله شون اصلا زیاد میشه به خاطر جنبش بیشتر، و این هوا یک هوای بسیار رقیق تر است نسبت به هوای بالایش که مثلا دماش مقدار کمتره. زمین به خاطر اینکه گرما رو خودش نگه میداره، خب همیشه گرماش خیلی زیادتر است. شما توی روز تابستونی اگر شنهایی کنار دریا قدم بزنید، شنهایی که خشک نه شنهایی خیس، می‌بینید که مثلا اگر حس می‌کنید که هوا مثلا 30 درجه هست، شنهای مثلا ساحل شاید اینجا گرماش رو در 40 درجه هست، یعنی خیلی بیشتر
گرمتر میشه، چون گرما رو نگه میدارن، مخصوصا اگر محیطش بیابانی باشه و شنی باشه. خب هوای بالای سطح زمین هوای گرم و ردیف هست، هوایی که یه مقدار مثلا شما در حد شاید یک متر از سطح زمین که فاصله بگیرید از اون به بعد دیگه هوای خنک‌تره. هوای خنک‌تر چون جنبش مولکول‌هاش کمتره میتونیم هوای غلیظ‌تری در نظر بگیریم. پس ما اینجا اولا یک محیط غلیظ داریم و یک محیط رقیق و پرتوهای نور از محیط غلیظ وارد رقیق میشه. اما علت دیدن پدیده سراب چه هستش؟ خوب دقت کنید، پرتوهای نور گفتیم که از هر زاویه‌ای به این سطحی که در واقع محیط غلیظ و رقیق جدا میکنن تابیده میشه از تمام در واقع سر آسمان. خب مثلا این پرتوهای نور رو در نظر بگیرید، پرتوهای نوری که تابش هست با این زاویه میاد به این نقطه برخورد میکنه. خب محیط غلیظ محیط رقیق، این هم خط تعامل گفتیم همیشه هر جا که پرتوهای نور برخورد میکنه شما اولین کاری که میکنید خط تعامل رو میشه. بعد از اینکه پرتوی تابش میخواد از محیط غلیظ وارد رقیق بشه گفتیم که باید از خط تعامل دورتر بشه. خب الان این رو من میکشم، این خط عمود پرتوه شکست ما مثلا یه مقدار بالاتر هست، یعنی مثلا اینجا هست. خب این پرتوه شکست، خب این دیگه پرتوه بود که من به عنوان مثال مثلا فقط گفتم به چطوری میشه. اما آسمان خب ما میدونیم که بی انتها هست، به این مثلا وقتی من این تیکر آسمان کشتر این تا کیلومتر ها اون وقت هم آسمان وجود داره و پرتوهای نوری داره میاد. شما نمیدونی بگه خورشید مثلا فقط واسه بالا سر ماسکه، خورشید میدونیم عظمتش خیلی زیاده، از تمام زاویه ها داره نور رو میتابونه. خب پس اگر من در نظر بگیرم دقت کنیم، من اینجا هم چشم من اینجا هست، پرتوهای نورم از فاصله بسیار دور، اگر دقت کنید اینو من جلسات قبلی هم گفتم، اگر نوری از فاصله بسیار دور تابیده بشه زاویهش خیلی کم میشه. خب این زاویه‌ای که از فاصله خیلی دور داره تابیده میشه زاویه خیلی کم میشه، تقریبا این زاویه به صفر نزدیک میشه، یعنی زاویه تابش تقریبا 90 درجه هست و این زاویه متمم زاویه تابش چه؟ تقریبا به صفر نزدیکه. خب زاویه تابش نزدیک 90 درجه هست، متمم زاویه تابش که این زاویه پایینه، خب من بذارم متممش رو اصلا بنویسم، متممش نزدیک به 0 درجه میشه. خب این زاویه رو حالا اسمش هست مثلا زاویه حدی، خیلی به اسمش دقت کنید، این با زاویه نزدیک به 0 درجه داره تابیده میشه. خب اما سوال، اگه زاویه 0 درجه تابیده بشه ما گفتیم که در حالت شکست، یعنی این زاویه مثلا فرض کنید که اینطوریه تقریبا موازی همین سطح زمین، خب این پرتوی تابش موازی سطح زمین یا همچنین پرتوی تابیده میشه، این قرار از سطح عمود دورتر بشه دیگه. گفتیم که بعد اینکه از محیط غلیظ وارد رقیق باشه از سطح عمود دورتر میشه. آقا این اگه از سطح عمود دورتر بخواد بشه عملا دیگه انگار داره بازتاب میکنه، میاد به سمت بالا، آقا این خط عمود این امتدادشه، دورتر شدنش میاد بالا. این پرتو حالا پرتوی زاویهش خیلی کمه، نزدیک صفر نمیگیم، صفر درجه، صفر درجه امکان نداره چون خورشید باید سطح زمین باشه صفر درجه، اما نزدیک صفر، نزدیک صفر درجه یعنی چقدر؟ مثلا نیم درجه، چهار دهم درجه، یه زاویه داره، زاویه حدی. خب مثلا دقیقش هست تقریبا 34 صدم درجه فکر میکنم، نزدیک نیم درجه. این وقتی تابیده میشه عملا پرتو بازتاب میکنه. خب بازتابش پرتوی شکسته، ببینید این پرتوی شکست هست که به شکل بازتاب این را اومده.
پردازش از میاد در فاصله بسیار یعنی همطوری با زاویه کمال زاویه من اینجا داشتم خوب ببینید زاویه با زاویه کم مثلا شما در نظر بگیرید که یک درجه بازتاب میکنه و میاد همطوری در فاصله دور به چشم شما میرسه. ما گفتیم که هر پرتوی که به چشم شما میرسه پرتوی بازتاب، پرتوی شکست، هر چیزی که باشه چشم شما میخواد چیکار کنه؟ امتدادش بده ببینه از کجا اومده. خب امتداد بده این پرتو از کجا اومده و این رو امتداد میده این پرتوی که به چشم شما میرسه امتداد میده میاد به سطح زمین، به سطح زمین میرسه این بار مقدار آب روی سطح زمین میبینه. خب ببینید علت این که اصلا این به شکل آب دیده میشه چند تا علت حالا داره بهترین دلیلی که براش میگن این هستش که ما یک جسم شفافی که روی سطح زمین باشه رو تو ذهن ما همیشه آب هست. خب یعنی مثلا اگه شما یه چیزی مثلا ببینید روی زمین این در واقع نوره، در واقع بازتاب نوره. خب شما رو سطح زمین ببینید مثلا خب رسم کنید آب هست دیگه، در حالی که مثلا سرابایی آب آبیدن نمیبینید، مثلا یه چیز شفافی فقط میبینید روی سطح زمین. خب این دلیل هستش اینه. یه دلیلش هم که مثلا چون میگن تصویر آسمان هست سرابایی روی زمین، آسمان هم که آبی رنگ هست مثلا سراب طبعا آبی دیده میشه. خب اما دلیل اصلی ترش این هستش که ما عادت داریم که به سطح زمین هر چیزی باشه به شکل آب ببینیم اگه شفاف باشه. خب به این شکل پدیده سراب در واقع توجیه میشه. پس دقت کنید پرتوهای تابش چون از فاصله بسیار دوری میان عملا موازی هستن با سطح زمین با زاویه بسیار کم، تقریبا مثلا 0.3 درجه یا 0.2 درجه با این زاویه دارن تابیده میشن. پرتوهای شکست از سطح زمین دور میشن، انگار دارن بازتاب میکنن. پرتوی بازتاب نیست، پرتوی شکسته ولی مثل بازتاب داره عمل میکنه. خب و وارد چشم ما میشه و ما این رو امتداد میدیم و رو سطح زمین یه مثلا جسم شفافی میبینیم فکر کنیم آب هست. خب این در مورد تشکیل سراب. اما وارد قسمت عدسی ها میشیم. مثل آینه های کروی خب دو دسته هستن، عدسی های محدب و عدسی های موقعل. عدسی های محدب یا کوش، عدسی موقعل یا کاه. خب اما یه چیزی مثلا یادتون باشه میگن که آینه محدب مثلا اجسام رو کوچیک میکنه، از این بار مثلا میگن عدسی محدب اجسام رو بزرگ. عدسی محدب مثل ذره بینه تقریبا. خب یه همچین تعبیر همیشه هست ولی شما حالا این رو همچین دوستان نکته گفتن خیلی این تعبیر دقیق نیست، بخوام دقیقش رو الان اینجا بگیم. اول عدسی که میخوام باش آشنا بشیم عدسی همگرا هست. ببینید اسم درستش اینه که ما بگیم همگرا. علت اینکه میگیم همگرا چیه؟ عدسی همگرا تقریبا مشابه ذره‌بین هست که شما می‌بینید یا لنز دوربین، اشیایی که از این دست. ببینید این عدسی یک قطعه شیشه یا پلاستیکی یا مثلا از جنس تلف هست و پلاستیکی هست که هر دو سمتش برآمده است. خب یعنی شما نگاه می‌کنید هم این سمت برآمده می‌بینید هم این سمت، به خاطر اینکه برآمده هست میگیم محدب یا کوژ یا برآمده. اسم اینا سه تا با هم بود محدب یا کوژ یا برآمده. اما چرا اسم اصلیش عدسی همگرا است؟ دقت کنید شما به امتحان هم همیشه اسم همگرا رو ببینید. خب چرا بهش میگیم چون کتاب درسی هم با همین اسم گفته. چرا بهش میگن عدسی همگرا؟ پرتوهای نوری که موازی تابیده بشن به عدسی، خب پرتوهای شکستش از کانون میگذرد. خب یه نکته رو دقت کنید، ما همیشه گفتیم که چشم ما مثلا این سمت قرار داره. خب اجسام یا حالا پرتوهایی که میان سمت مقابله، همیشه سمتی که ما بودیم یادآوری دارم از آینه ها
سمتی که ما حضور داشتیم حقیقی بود، واقعیت بود. سمتی که اون بر آینه یا عدسی میگفتیم مثلا پشت آینه تشکیل شده یا پشت عدسی باشه، اون سمت میشه چی؟ مجازی. خب؟ پس این نکته رو یادتون باشه. چون ما این سمت هستیم، پرتوهایی رو از این برمیان و کانون در این نقطه پرتوهایی رو شکست پیدا میکنن و تشکیل میشه، بهش میگیم کانون حقیقی. خب؟ آقا این کسایی که یادشون رفت که آقا چرا این پرتوها باید همه از این نقطه رد بشن؟ چرا؟ پرتوها پس از شکست دیگه دارن توی قسمت شکسته رو قسمت اول رو اینو مرور کنن. شما اونجا سمت اول یه خط عمود میکشیدید، پرتو وارد شیشه یا جسم غلیظتر میشد، به خط عمود نزدیک میشد، یه بار دیگه اینجا خط عمود میکشیدید، اینجا پرتو از خط عمود یه مقدار دور میشه و توی این نقطه هم دیگه رو قطع میکنه. این ماهیت کار عدسی ها هست، یا هر قطعه شیشه ای که نور وارد میشه. خب عدسی همگرا از ویژگیش این هست، پرتوهای نوری که موازی تابیده میشن رو شکستش میاد، در یک نقطه به اسم کانون همدیگه رو قطع میکنه. اما یه دفعه ممکنه آقا یه سوال از من بپرسه، آقا عدسی از هر دو طرفش رو عبور میکنه، تو نمیتونی بگی از این ور عبور میکنه ولی از این ور نور نمیتونه بیاد. خب پس اگه من نور رو از این سمت، آینه اینطوری نبود، آینه شما فقط از یک سمتش میتونستید نور بتابونید. وقتی ما آینه مقعر داشتیم، شما نور رو از پشتش که بتابونید که اصلا هیچ جسم کدر فایده ای نداره. خب فقط این سمت هست که میتونید نور بتابونید، ولی عدسی جسم شفاف هست، شما از هر دو طرف میتونید نور بهش بتابونید. اگه همین پرتوهای نور رو من از این سمت میکشیدم، خب امتداد این شکستشون میومد چی میشد؟ در این نقطه مقابلش در همین این سمتش هم دیگر قطع میکرد و این نقطه میشد کانون. پس نقطه ای که وجود داره اینه که عدسی ها، این نقطه خیلی مهم هست، میتونی یادداشت کنی، میتونی جزوه قرار دادن، عدسی ها دو کانون دارن. آینه ها یک کانون داشتن، خب پرتوهای موازی میومد اینجا باستابش و توی این نقطه قطع میکرد میشد کانون. اما عدسی ها چون از هر دو سمت شما میتونید نور بتابونید، اگه این سمت کانون داری، نقطه مقابلش دقیقا در همون سمت یک کانون دیگه داری، و چون این کانون همیشه جای هستش که مثلا چشم ما همون جای پرتو، ببین اگه از این ور نور بیاد من اونجا هستم دیگه، پرتو از نور اصلا تو مقابل من میاد. خب وقتی میگم نور، معمولا باستاب نور از اجسام هست که تصویرشون رو تشکیل میده. حالا من جلوتر در مورد تصویر در عدسیان صحبت میکنم. خب پس کانون در آینه همگرا همواره حقیقیه. کانون آینه همگرا، ببخشید، کانون عدسی همگرا، عدسی همگرا دو کانون حقیقی. اما عدسی واگرا رو چه ترتیب عمل میکنه؟ عدسی واگرا هم یک ویژگی که در آینه ها و عدسی ها مشترک هست، من این رو بگم اول، این هستش اون سه تا ویژگی پرتوهای یادتونه، پرتوی موازی محور اصلی از کانون میگذرد، باستابش از کانون میگذرد، پرتوی که از کانون بگذرد باستابش موازی محور اصلی است. و ویژگی سوم توی جزوه آینه ها بدید نگاه کنید، ویژگی سوم این بود که اگر پرتوی تابش از مرکز بگذرد، باستاب هم از همون مرکز باستاب میکنه. همین هر سه تا ویژگی رو ما در عدسی ها هم داریم. خیلی جالب هست، پرتوهای موازی محور اصلی شکست از کانون. حالا عکس همین هم هست، گفتیم پرتو از همون جایی که بیاد میتونه از همون هم برگرده. پرتوهایی که تابش از کانون بگذرن، خب باستابشون چی میشه؟ موازی محور اصلیه، یعنی شکستشون موازی محور اصلیه. و پرتوهایی هم از مرکز میگذارن بدون تغییر عبور میکنن. مرکز عدسی کدوم نقطه است؟
مرکز عدسی دقیقاً وسط، یعنی این تقاطع و این تقاطع هست، یعنی اگه این حالا مثلا به صورت بیزی در نظر بگیرید دقیقاً نقطه وسطش، یعنی اگه این رتبه‌فر وسطش رو در نظر بگیرم وسطش، از این بالا به پایین هم وسط کنم وسطش. پرتاب نوری که از این نقطه بگذارم بدون شکست عبور میکنم، خب همون پرتاب، یعنی همطوری بدون شکست همطور امتداد پیدا میکنم. خب این هم در مورد بالون سوم که پرتابش از مرکز هست. اما در عدسی های واگرا یا مقعر یا فرو رفته، دقیقا کنید دو تا سمت فرو رفته داره، به خاطر همین بهش میگم مقعر. اما چرا بهش میگن واگرا؟ اسم اصلش واگراه. پرتوهای نوری که تابیده میشن به عدسی واگرا، خب این میاد چیکار میکنه؟ اینا رو پخش میکنه. ببینید اینجا این میاد همه رو جمع میکرد توی نقطه، همگراشون میکرد، پرتوهای تابیده شده رو همگرا میکرد، به خاطر همین میگفتیم همگرا. اما این میاد پرتوهای تابیده شده رو از هم دورشون میکنه، به خاطر همین به این میگن واگرا. خب امتداد این پرتوهای شکست، امتدادشون میاد این سمت از نقطه‌ای به اسم کانون میگذرد، همونطوری که تو آینه مؤدب و مقعر داشتیم. تو آینه مقعر باستاب از کانون میگذشت، تو آینه مؤدب یا برآمده امتداد باستاب از کانون میگذشت و کانون اونجا چی بود؟ مجازی بود. اینجا هم به همین ترتیب هست، چون من چشم من گفتم همیشه سمت مقابل قرار داره. خب پرتوهای نوری که از این سمت داره میاد، کانون در همون سمت، سمت مقابل داره تشکیل میشه. پس کانون عدسی واگرا چیه؟ مجازیه. باز هم دو تا کانون داریم. چرا؟ چون این اصلا متقارنه دیگه، هر چی که شما این ور داره این ور هم داره. عدسی واگرا دو کانون، این نکاتی که می‌نویسم اینجا داریم مهمه، دو کانون مجازی داره. به خاطر چی میگیم مجازی؟ بار دیگه میگم مجازی یعنی سمت مقابلی که چشم من هست تشکیل میشه کانون. خب از این مثال رد میشم و میایم در مورد تصویر در عدسی ها صحبت میکنیم. تشکیل تصویر با این صدا قانونی که از پرتوها گفتم خیلی راحت شما میتونید مثل آینه مؤدب و آینه مؤقر تصویرش رو تشکیل بدید. خب پس اینجا میخوایم ببینیم تصویر در عدسی ها. خب حالت یکش برای تشکیل تصویر در عدسی همگرا. آقا تصویر در عدسی همگرا یعنی چی؟ همه شما با ذره‌بین کار کردید، شما ذره‌بین رو وقتی قرار میدید در واقع که جسم رو ببینید، اون جسم بزرگتر میشه. خب اون جسم که در واقعیت بزرگ نمیشه، پس شما دارید تصویر اون جسم رو میبینید به اندازه بزرگتر. دقت میکنید؟ شما پشت عدسی دارید تصویر بزرگتر رو میبینید. اما همه شما این کار رو حتما انجام دادید. شما میدید ذره‌بین رو مثلا اگه تو مثلا فاصله نزدیک از این قرار بدن اینو بزرگ میبینم، ولی عدسی رو مثلا همین ذره‌بین رو مثلا بیاری یه متر فاصله بده دیگه، اون مثلا یک میگار تغییر نمی کنه، یا اصلا محو میبینیش، واضح نمیبینی. خب پس این دلیلی داره. هم به صورت تجربی ما میدونیم که ذره‌بین رو باید توی فاصله کم، یا مثلا در حد نهایتاً 10 سانتی متری از اون جسم قرار بدیم که تصویر بزرگتر ببینیم، ولی تو مثلا فاصله دورتر فایده‌ای نداره. خب علت این که به این شکل هست دقیقاً چیه؟ ببینید هنگامی که شما یک عدسی همگرا یا در واقع
حدسی همگرا بهترین مثالش که شما آشنایی داشته باشید ذره بین هست. شما یک ذره بین داشته باشید، خب این محور اصلیش اگر باشه وسط، یک جسمی من اگر اینجا قرار بدم، کانون عدسی رو فرض کنیم که این نقطه است، نقطه F. کانون رو الان توضیح دادیم، گفتیم که پرتوهای نوری که از این سمت موازی تابیده بشن شکست پیدا میکنن در یه نقطه به اسم کانون تجمع پیدا میکنن، اون نقطه میگن کانون. خب این همون کانون ببینید دقیقا همین نقطه هست که زدنی که شما پرتوهای آفتاب که از دور داره میاد چون فاصلش دوره در واقع موازی هست، اون نقطه دیدید که این نقطه رو کاغذ نگه دارید، کاغذ رو میسوزونه، اون نقطه کانون هست. هر چقدر شما اون نقطه رو به کوچکتر بشه و به یک نقطه نزدیکتر بشه، خب در واقع شما پرتوهای نور اون فاصله کانونی دقیقاً داره. فاصله کانونی همون فاصله هستش که ذره بین از اون کاغذ، اون رو بهش میگیم فاصله کانونی. حالا شما جسم رو مثلا شما فاصله کانونی رو پیدا کردید، اومدی یه کاغذ رو جلو آفتاب گرفتی، ذره بین اون نقطه رو تشکیل دادی، با مثلا خطکش اندازه گرفتی، مثلا دیدی 10 سانتی متر از فاصله 10 سانتی متری به بهترین شکل کاغذ رو می‌سوزونه و نقطه هست. شما باید جسم رو ما بین 0 تا 10 سانتی متر قرار بدی، تو یعنی میشه تو فاصله کانونی. خب این روش میگه فاصله کانونی. ببینید اگه با همین ذره بین قشنگ تصویر کنید این رو با ذره بین، چون ارتبانش رو همتون کار کردید این عدسی رو بهتر متوجه میشید. خب چشم من هم گفتیم که سمت مقابل من هم چشم من اینجا قرار دارم، میخواهم ببینم که تصویر این به چه ترتیبی هست، به چه شکل تشکیل میشه. خب اولین کاری که میکنیم چی بود؟ پرتوهایی که میشناسیم رو میان بهش میتابیم. خب از نقطه بالایی یک پرتو موازی اگر بخوره، موازی محور اصلی، این پرتو چه اتفاق میفته براش؟ از کانون، ببینید این کانون این سمت هست، همین سمت هم کانون هست، این پرتو امتدادش از کانون بگذاره، یعنی شکستش بگذاره، این یک پرتو. خب پرتوی دیگه ای که برای ما واضح هست و ساده هست همیشه پرتوی هستش که از مرکز میگذره و بدون شکست هست، این هم پرتوی که از مرکز میگذره. خب این بدون شکست هم داره عبور میکنه. خب ما حالا چشم رو چشم بالا کشیدن، ما همین بسیار چشم بسیار میگیدیم این دوتا پرتو و پرتوهای شکست هستن، درسته؟ این که هم پرتوی شکست دیده که عملا شکست پیدا نکرده، این هم موازی تابیده شده شکست پیدا کرده. خب چشم من توی این نقطه قرار داره، دو تا پرتو بهش میرسن، این دوتا پرتو واگران. خب چشم من یه چکار میکنه؟ بگه آقا من این رو باید امتداد بدم. خب ببینم اینا کجا به هم میرسن، اینا رو امتداد میده، میاد توی نقطه اینجا، این نقطه بالای فلش بود یا همون جسم من بود، پس نقطه بالا رو اینجا میبینه و به این شکل تصویر این فلش یا حالا هر جسمی مثلا مداد به این شکل تصویرش رو میبینی، یعنی چه به چه شکلی؟ این ویژگی های تصویر چیه؟ ویژگی های این تصویر، ویژگی های تصویر حالا خیلی راحت با توجه به جلسه قبل که آینه ها بود ویژگی های تصویر رو میتونید، این تصویر بزرگتر از جسمه، این همه چیزی که شما تو ذره بین اجسام رو بزرگتر میبینید. خب ویژگی های تصویر بزرگتر از جسم چون در سمت مقابل چشم ما قرار داره، این تصویر مجازیه. مجازی آقا هر موقع در مورد مجازی و حقیقی شک داشتید همیشه بدونید که هر موقع جهت عوض نشد تصویر مجازیه. خب و مستقیم، یعنی هر تصویری که شما ببینید مستقیم جهتش سرطن نشده مجازیه. خب این حالت اوله تشکیل تصویر رو. باز این هم پنج حالت داره، من فقط دو حالتش رو میگم برای اینکه خیلی پیچیده نشه. خب
تصمیم تشکیل تصمیم در عدسه همگرا بود. جسم در فاصله قانونی قرار دارد. جسم در فاصله قانونی. خب حالا بیاییم حالت دومش رو بررسی کنیم. من این قسمت رو پاک میکنم. حالت دوم زمانی هستش که تشکیل تصویر در عدسی همگرا خب همین عدسی همگرا بذارم من اینو پاک کنم فقط که هم رو از هم شکل استفاده کنم. جسم دورتر از فاصله کانونی هست. خب یعنی همین جسم که قرار داده شده دورتر از فاصله کانونی قرار گرفته. خب جسم رو توی مثلا این نقطه قرار یک مقدار کمی دورتر. خب حالا اینجا که F هست یه فاصله دیگه هم تعریفش رو معمولاً به اسم دو F یعنی دو ضرب درجه F. این جسم بین F و دو F قرار داره. مثلا میخوام بگم که من دو حالت تا براتون دارم توی تصویر میگم، یا جسم در فاصله کانونی یا خارج فاصله کانونی. این حالا یه همچنان حالت تکمیلی تر داره. خب این حالت رو اگر هم حالا توی مثلا دوزن قرار دارم در حفظ نکردید اشکال نداره، ولی اون حالت اول هم حتما باید بدنش. خب باز پرتوهایی که برای ما آشنا هستن رو میتابونیم. این پرتوه موازی محور اصلی خب که امتدادش از کانون میگذرد، شکستش از کانون میگذرد. یه دونه هم که پرتوهی که گفتیم از مرکز میگذرد بدون شکست. این پرتوی که از مرکز میذاره، حالا این کانون رو من این اطلاع باید این شکل باید دقیق تر بکشم. خب این شکل خب این پرتوی این هم باید دقیق تر از مرکز رد بشه که مشکل پیش نیاد. این دوتا الان چشم ما هم توی این نقطه قرار داره، این سمت مقابل. همیشه چشم ما سمت مقابل جسم دیگه، سمت جسم این برای چشم ما سمت مقابلش. این دوتا پرتو به صورت همگرا دارن به هم میرسن در همچین نقطه ای. خب این دوتا پرتو به هم میرسن و ویژگی بیدار چشم ما اینجا این دوتا نقطه رو میگیره، برخوردشون رو در واقع تشکیلشون رو میبینه. آقا این نقطه نقطه بالایی این جسم بوده، پس این را این بالا در این پایین قرار گرفته. همیشه یادتون باشه تصویری که در سمت چشم شما تشکیل شده و حقیقی هست باید بالونه باشه. خب این نسبت به جسم من اندازه جسم من چه یه مقدار بزرگتر هست اندازه. پس اگر در فاصله F و دو F قرار بگیره، F و دو زبره یه مقدار دورتر از F، مثلا اگه 10 سانتیمتر هست اینجا، این فاصله 10 سانتیمتری و 20 سانتیمتری قرار بگیره، تصویر ما چیه؟ حقیقی، وارونه و بزرگتر از جسم. بزرگتر از جسم. خیلی خوب. این در مورد تصویر در آن عدسی های همگرا این دوتا حالت رو شما یاد میگیرید. خب بس این نکته رو الان متوجه شدید که علت این که ما
اگر جسمی رو دورتر از فاصله کانونی قرار بدیم این سمت چیز واضحی نمیبینیم، اینه که باید دنبال تصویر تو سمت خودمون باشیم. تصویر ما حقیقی هست، اما تصویر حقیقی رو توی قسمت آینه ها بگفتیم همواره روی پرده تشکیل میشه، نه داخل چشم ما. خب فکر نکنید که الان چشم ما اینجا این نقطه رو مثلا رو هوا میبینه. باید حتما شما یک کاغذ مثلا سفید یا یک پارچه سفید این نقطه قرار بدید. خب و این تصویر اینطوری نیست که شما مثلا این مداد اینجا رو دقیقا شکل مداد رو پرده ببینید. این باید این نقطه روشن باشه، در مثلا یه شمع رو همیشه در نظر بگیرید، یه شمع باشه که این مثلا شمع اگر به این شکل باشه شعلهش خب، یه اگر مثلا یه شعله شمع باشه پایینش بزرگتر بالاش نقطه تیزتر باشه، خب این شعلهش هم اینجا به شکل وارونه قرار میگیره و در واقع این تصویری که شما میبینید روی این پرده یک شعلهش هم به شکل وارونه میبینید، یعنی بالاش بزرگتر از پایینش کوچیکتر، اما شعلهش هم در حالت طبیعی گفتیم که پایینش بزرگتر و بالاش کوچیکتر. این میشه تصویر در عدسه همگرا که وارونه تشکیل شده و حقیقی هست، یعنی در سمتی که چشم ما حضور داره. خب پس در مورد تشکیل تصویر در عدسه همگرا اینجا گفتیم. حالتی که شما یاد بگیرید این حالت فقط یک هستش، اما در عدسه واگرا این هم آخرین مطلبی هستش که میگیم. اگر این قسمت رو حس کردید که براتون مثلا این را سخت بوده یا متوجه نشدید، حتما همین قسمت رو تشکیل تصویر رو چند بار ویدیوش رو ببینید و سعی کنید نقطه برداری کنید. اگر هم سوال داشتید از من بپرسید. عدسه واگرا، عدسه واگرا یا موقع ببینید به نوعی نمیگم دقیقا، به نوعی شبیه این که موقعه شبیه آینه محدبه، یعنی این میگن عکس همه عدسه و آینه. از یه نقطه قبلا توی نقاط کنکوری بود میگفتن عدسه و آینه عکس هم دیگر هستن. خب این یه چیز خیلی ساده و مثلا پیش با افتاده است که خیلی هم مثلا تو ذهنشون نشسته، دقیقی این درست نیست، ولی مثلا شاید بیتونی بگی تا 60% 70% این حرف درسته. خب در عدسه واگرا، خب در عدسه واگرا باز شما مثلا چشمتون این سمت هست، سمت راست چشم ما و این محور اصلیشه. یه جسم شما در مثلا فاصله کانونیش هم که حالا اف هرچی توی عدسه واگرا مثل آینه محدب مهم نیست اصلا جز کجا باشه، چون یه حالت تصویر بیشتر نداریم. در صورت این اصلا اینجا اف باشه یا اف هم اصلا نذارم، خب یه جسمی رو شما این سمتش قرار بدید، یه جسم قرار میدیم میان ببینیم که به چه شکل تصویرش تشکیل میشه. خب اول فرطوره که بینا میشناسیم دیگه، میان یه دونه فرطو موازی محور میتابونیم و شکستش به این شکله. حالا من این اف رو اینجا قرار دادم شما رو گمراه میکنه، اف رو مستقیم برتر. خب گفتیم که پرتو شکست امتدادش از کانون مجازیه، اون سمتش شما میگذره. خب این پرتو اول. پرتو دومی که برای ما آشنا هست چیه؟ پرتوی که بدون شکست از مرکز عدسی میگذرد، این پرتوی که بدون شکست از مرکز عدسی میگذرد. خب باز دو تا در واقع پرتوی واگرا، حالا چشم ما از اینجا هستند فرض کنید خیلی بزرگتره، دو تا پرتوی واگرا داره بهش میرسه. این دو تا پرتوی باید امتداد بده، ببینید اینا به کجا میگذرد رفت میکنن. خب این دو تا امتداد می‌کنیم که توی این نقطه بالایی همدیگر قطع کردن و اینجا تصویرش تشکیل میشه. یعنی شما عدسه واگرا که داشته باشید همواره اتفاقی می‌افته چیه؟
تصویری رو در همون سمتی که جسم قرار داره میبینید و این تصویر مجازی هست. حالا ویژگی های تصویرش چیه؟ ویژگی های تصویر کوچکتر از جسم برخلاف اون که بزرگتر میگرد از سما اینجا کوچکتر از جسم و در همین سمت مثلا مخالف چشم ما هست و مستقیمه. من اینجا که اول اینطوری بگم مثلا و اینکه بهتر زنده بشه چون مستقیم هست و مجازی هم هست. مستقیم و اول گفتم بعد همیشه اول گفتی مجازی و مستقیمه، میگم اما این سرطان نشده پس مجازی هم هست. اصلا این همه شاید باشه مجازی مستقیم رو با هم میبیستی، یه بار نگید مثلا مجازی بارونه یا مثلا حقیقی مستقیمی اصلا اشتباهه. شما باید همیشه مجازی مستقیم رو با هم ببینید، بارونه و حقیقی هم با هم. خب این هم تشکیل تصویر هستی باید. این جسم شما هر جا که قرار بدید دقت کنید فقط این تصویر بود آیه باید دو تا رو با هم بازی نکنید. من این تصویر رو همشه خدچین بس میکشم باید به شکل خدچین میکشم که بهتر این تصویر این خود جسم. این اگه عقبتر رو قرار میدادید باز یه ویژگی جالب‌تر هم که داره اینکه تصویر همیشه جلوتر دیده میشه. تصویر جسم تصویر در فاصله نزدیکتر نسبت به جسم دیده میشه. یعنی اگه جسمتون فاصله 10 سانتی متری از عدسیه مثلا تصویر شما در فاصله 5 سانتی متری می‌بینید. این ویژگی عدسیه باید. خب اما آخرین مطلبی که میخوام بهتون بگم در مورد عینک ها هست. خب استفاده از عدسیه تو خیلی از وسایل هست. عدسیه همگرا رو مثلا توی تلسکوپ استفاده میکنن، توی میکروسکوپ استفاده میکنن، تو خیلی از وسایل هست. ولی حالا من این کارکردش رو توی عینک افراد نزدیکبین میخوام بهتون بگم. ببینید اینجا خوب دقت کنید، افراد نزدیکبین ویژگی که چشمشون داره چیه؟ چشم ما اصلی ترین قسمتش، این مثلا چشم ما اگر باشه به شکل دایره، اصلی ترین قسمتش شبکیه چشم هست که تصویر اجسام اونجا تشکیل میشه. جلوتر شبکیه، روبرو شبکیه یه قسمت قرار داره که همین مثلا گردی چشم شما هست، این عدسی هست. این عدسی عدسی همگرا هست با خاطر اینکه پرتوهایی که میان رو به صورت همگرا توی چشم تشکیل داره. ببینید مثلا این قسمتش، من این بالای میگیری میکشم قسمت جلوی چشم. این حالا توی مثلا افرادی که رشته خود مثلا چشم پزشکی میکنن یا اپتومتریست افرادی هستن که اسم فارسی شما فراموش کردن، بینایی سنجی، افرادی که رشته بینایی سنجی که رشته تجربی هست میخونن کارشون اصلا همینه که عدسی ها رو با شماره های مختلف و با وسایلی که هستن بهترین عینک و مناسبترین عینک رو برای چشم اون فرد پیدا کنن. یعنی شناخت دقیق عدسی چشم هست یکی از رشته هایی که پردرآمد هست توی رشته تجربی هم و طرفدارای طبعا زیادی هم داره. خب این عدسی چشم ما هست، عدسی همگرا، پرتوهای نوری که تابیده میشه بهش مثل از فاصله دور. آها یه نکته رو من بهتون بگم، افراد نزدیکبین میدونی واسه چی بهشون میگن نزدیکبین؟ اسمش رو شده واسه اینکه نزدیک رو خوب میبینن، نزدیک را خوب میبینن اما فاصله های فاصله دور را اجسام در فاصله دور را یا فاصله دور را خوب نمیبینن. این میشه تعریف افراد نزدیکبین. آقا فرقی که نزدیکبینه پرتوهای نوری که از سمت دور میان یعنی از اجسام دور هستن خوب نمیبینه. علتش چیه؟ این قسمت انتها شبکیه هست، تصویر اجسام باید روی شبکیه تشکیل بشه اما
ما باید دقیقاً همون نقطه‌ای که از اون جسم داره میاد همون نقطه بیاد رو شبکه تشکیل بشه. مشکلش چیه؟ مشکل اینه که هر فایلوری که موازی میاد شبکه‌ای این افراد ببخشید عدسی چشم این افراد، چون عدسی چشم یه مثلا شیشه یا پلاستیک نیست که، یه مایعی هستش خب داخل چشمه، این بالا با شرایطی که پیش میاد با مثلا یه سری پریزهای غذایی و فلان مثلا چیز غذایی که نمیخوره یا میخوره باعث میشه که این عدسی یه مقدار مثلا چی بشه کانونش تغییر کنه و به جای اینکه تصویر این در واقع پرتوهای تابیده شده بیاد توی این نقطه هم دیگر قطع کنه، میاد کجا هم دیگر قطع کنه؟ تو خود شبکه قطع کنه، میاد به نقطه ای جلوتر از شبکه هم دیگر قطع میکنه. خب در حالت عادی این پرتوها باید کانونشون روی شبکه میافتاد، اما الان جلوتر افتاده و این یه مشکله، باعث میشه که ما فاصله های دور که پرتوی موازی داره میاد رو نبینیم. ببینیم فاصله های دوره. خب برای رفع این مشکل چی کار میکنن؟ برای رفع مشکل افراد نزدیک بین باید از عدسی واگرا استفاده کرد. خب عدسی واگرا چیکار میکنه؟ عدسی واگرا میاد، عدسی واگرا به این شکل دیگه، مثلا شما اینجا عینک زدید، خب عدسی واگرا میاد، پرتوهای نوری که از فاصله دور میان چیکار میکنه؟ یه مقدار اصلا دورشون میکنه. یعنی من این قبلیش رو پاک کنم، موقعی که این پرتوها موازی بهش تابیده میشه قبل اینکه وارد چشم ما بشه میاد اینا رو یه مقدار واگرا میکنه، اصلا دورشون میکنه. اینکه مستقیم مستقیمه، این یه مقدار دورش میکنه. پرتوهایی که اصلا دورتر شدن حالا وارد این عدسی میشن و شکست پیدا میکنن. خب این مثلا دور شدنش با یه زاویه خیلی کم، نه زاویه زیادی که من اینجا بشیدم، با یه زاویه کم دورشون میکنه. این پرتوها بعد از شکست در عدسی همگرای دوم که عدسی خود چشم ما هست، خب دیگه بعد از شکست میان توی روی خود شبکیه پرتوها تشکیل میشن. خب یعنی دیگه بعد از شکست دوم این رو انجام دو تا عدسی داریم، یه عدسی واگرا که عینک ما هست، عدسی واگرا یا عینک. خب این میاد پرتوهای نور یه مقدار دور میکنه، بعد وارد عدسی چشم ما میشه، عدسی چشم، و تصویر دقیقا روی خود شبکیه میفته، یعنی کانونش میفته به خود شبکیه. پس به این ترتیب میتونه مشکل دوربین، اینکه ما نمیتونیم دور رو خوب ببینیم، رو اصلاح کنه. پس نکته مهم که تو کتاب درسی فقط همین گفته که عدسی واگرا برای افراد نزدیک بین هست. به همون ترتیب عدسی مثلا همگرا برای افراد دوربین رو مثلا عدسی همگرا هست. خب پس سده باشید، درست این درسته ما تمام هست. انشاءالله توی آزمون آنلاین و آزمونی که ازتون میگیریم این قسمت ها رو بیشتر ازتون پرسش میکنیم و تمریناتی هم خب در اختیارتون قرار داده میشه. خدا نگهدار.